آره قامتی، یکی از بحثایی که خب ما میشنیدیم در بحث حیوان نوردی بود و حواشی که متأسفانه در فضای مجازی هم مشاهدهش بودیم، در اون خصوص هم یه مقدار توضیح بده. یادم هستش که در حدود سال 84-85 برای اول دفعات اولی بود که هیئت استان اقدام کرد برای اینکه یک تیم منسجم بخواد اعزام بکنه، مثل خیلی از جاهای دیگه کشور که اون موقع تیم اعزام کردن اینقدر گرفتاری نداشت. بنا به دلایلی که حالا در اون موقع خیلی دوستان اومد، من واقعا ممنونم، به عنوان یک عضوی که اون موقع عضو تیم بودم یا حالا تو انتخابی ها بودم یا تو کارگروه ها بودم، میدیدم چقدر تلاش دارم میکنم و چقدر سخته، ولی هیچ موقع درک نکرده بودم به واقعا به نتیجه رسوندن چقدر میتونه مشکل تر باشه تا زمانی که خودمون رسیدیم به اینجا. تو این سالا هیچ موقع استان نتونست واقعا یک تیم منسجم به یک جای اعزام بکنه. بعدم تو سالهای اخیر که بس در طول این سالا هم همش تلاشا شد انفرادی، مثل عزیزانی که رفتن افتخارات خوبی هم برای این استان آوردن، که همین تا همین یکی دو سال پیش همین موضوعات انفرادی برای افتخارات زیادی برای استان ایجاد کرد و من به شخصه از تک تکشون ممنونم و متشکرم که جون خودشونو گذاشتن و تلاش کردن، زندگیشون زدن و رفتن دنبال این مسائل. ولی باز رسالت ما به عنوان هیئت و کسی که وظیفه داره در واقع این موضوع رو توسعه بده و در کانال در واقع مناسب ببره این بود که ما بتونیم مکانیزم رو یک رو تعریف کنیم که استعدادهای مختلف استان روشون کار بشه و واقعا بتونیم یک خروجی جمعی تر و بهتری رو بدیم برای استان خودمون. سختگیری های شورای برون مرزی مبنی بر اون مواردی که باید رعایت هم بشود خود طبعا کار خیلی سختتر میکنه، چون خودتون میدونید واقعا این رو، یه نفری که میخواد الان اعزام بشه یک تیمی میخواد بره چه ضوابطی داره، سودا باید پله پله شروع بشود، خود تیم های ملی ما، تیم امید ما از سودهای ابتدایی شروع میکنن، تجربه اندوزی میکنن تا بتونن با تجربه خوبی برسن به قلل بالاتر. همون ضوابط هم در واقع این لازمه که واقعا با تجربه کسب بشود و در واقع به یک خروجی مثبت بشه، باعث شد که ما هدفی که بذاریم این بود که مثلا در طول این 4 سالی که بودیم بتونیم حداقل توی یکی یا دوتا از این مسائل اقدام بکنیم. خب طبعا یه الگو برداری کردیم از فدراسیون محترم، راهنمایی های خیلی ارزنده‌ای گرفتیم، دیدیم خب مثلا قله کاذبه که یک قله مطرح هست تو بس صعودهای پایین برومرزی، محل تمرین و تجربه اندوزی اولیه تیم های ملی امید ما حتی بوده تو سالهای گذشته که همه موجوده، سعی کردیم بریم دنبال ردیف بودجه ایش و موفق شدیم که در واقع ردیف بودجه ای براش تعریف بگیریم و تخصیص هم حتی بگیریم و پولش هم واریز بشه. فقط اون چیزی که وجود داره برای یک شایبه های ایجاد کرد، براش مکانیزمی تعریف شد که یک بخشش رو پوشش بده، یک بخشش ولی دیگه نمیشد مثلا تعریفش کرد. حالا من میگم چه شد. اول از همه ما اومدیم تو سال اول فراخوان زدیم، این اعتماد وجود نداشت که باز هم یه تیمی میاد و نمیتونه بره و سرخوردگی داره، چیزی که برای خود ما به عنوان یه گزبه اتفاق افتاده بود قبلا. سال اول با بنبست همراه شد، سال دوم ولی رویکرد جامعه خوب بود، یه عملکرد نسبی تو یک سال اولی از هیئت استان دیدن، یه ذره اعتماد کردن. اگر اشتباه نکنم حدود 60 خورده کوهنورد از سطح استان در اردوها شرکت کردن، قرار بود در انتهای سالش که میرسید به پایان زمستان و بره توی سال بعد، برای تابستون یا اواخر بهار مثلا برنامه‌ریزی بشه قله کاذبک، حالا با توجه به بودجه مثلا تعیین کنید که مثلا این تیم، ولی هدف بین 10 تا 15 نفر اعزام بود از مربیای مختلف در سطح استان، چون نمیخواستیم انحصاری کنیم که مثلا قامتی تیم برده، چون این همگرایی رو از بین میبره به نظر من. از مربیای مختلف توسط کارگروه محترم برنامه‌ای که داده بود اومدیم استفاده شد، همه زحماتم خود بچه‌ها کشیدن، یه کارگروه منسجم هیمالیا نوردی با رهبری شخصی که خودش تجربه صعود برون مرزی داشت و مدال واقعی، یعنی با دریافت مجوز برون مرزی این مدال رو کسب کرده بود، رهبری شد با حضور جوانان مختلفی که درش مثلا عضو ردیف تیم ملی هم مثلا بود، مثلا خانم شفیقی عضو تیم ملی امید ما در سال 95 بودن و افرادی از این دست اومدن کمک کردن در برنامه‌های مختلف با هم فکری مربیان و حتی همین ورزشکارهایی که مثال زدید که همشون دعوت به کار شدن، حالا یه ده پذیرفتن یه ده نپذیرفتن، تیم تمرین داده شد و یه جورایی هم غربال شد. متاسفانه با اینکه ما ردیف بودجه رو چیز کردیم، در انتهای سال با توجه به بحث تخصیص نتونستیم به موقع پول رو بگیریم، این سود مون برای یه مرحله بعدتر و ما ناچار شدیم مثلا سودی رو که با دلار مثلا 5 تومانی بسته بودیم و ناچار بشیم با دلار 13.200 ببندیم. یعنی هر جا اگر بگیم نگاه کنی اصلا این کار شدنی نیست، یعنی معنی نداره، من اینکه شما یا عجیب پولی داشته باشی بذاری یا جای دیگه بذاری یا یک مشارکتی، و واقعا اینکه مشارکت صورت گرفت. من به شخصه ممنون تک تک اون بچه‌هایی بودم که دخیل بودن، کی اعضایی که شرکت کردن، چرا؟ چون خودشون حتی در هزینه مشارکت کردن که این تیم اعزام شد. حالا قسمت دوم که شایبه داشت چه بود؟
گفته شد که این پول ردیف بودجهش خیلی بیشتر بوده، خورده شده، فلان شده. سند اون موجوده، من میتونم به شما همین الان یه تصویر از اون نامه من دارم. موافقتی که ما گرفتیم برای دو ردیف کالی بود، یکی اعزام تیم به کازبک گرجستان، مبلغی که دریافت شد کلا 5 میلیون تومان بوده، و دومیش هم ایجاد در واقع کوپیمایه های همگانی برای اقشار مختلف جامعه، همچین چیزی. یعنی شما باید اینو مدیریتش کنی. ما تو هیئت رئیسه نشستیم، با هم فکری هیئت رئیسه وقت، یک خروجی از این داریم. خب اگه همینجوریش نگاه کنی میگی مثلا 25 میلیون 25 میلیون، ولی ردیف میگه دوتا، یعنی دوتا کار، میگه این پول برای این دوتا کاره. یعنی شما دمش فکر بکنی دیگه، از یه طرف هم باید بررسی بشه، هر سال اینا بالاخره بازرسی مالی داریم ما دیگه. لاجرم دیدیم خب اگر بخوایم خیلی برای این بذاریم، برای اون نمیتونیم چیزی داشته باشیم. اگر به اینم نپردازیم دوباره هدفی که گذاشتیم به نتیجه نمیرسه. که اونجا مشارکت بچه ها کمک حال شد و این باعث شد که سود با 15 نفر عضو و یک نفر نماینده هیئت رئیسه که به انتخاب هیئت رئیسه بنده حقیر شدم، این یک تیم اعزام شد به قله کازبک گرجستان به عنوان یکی از زیربناهای رفتن به گام بعدی انشالله. که الحمدلله همه 16 نفر که من حقیر که در کنارشون بودم، چه عزیزان دیگه، خانم ها، آقایون، همه در سلامت کامل صعود کردن و برگشتن و به لطف خدا این افتخار کسب شد. مهمترین چیز این بود که بعد تلاش مگسترده این خونه پر شد اصطلاحاً، و الان حداقل میتونیم بگیم گام بعدی رو دوستان میتونن راحت‌تر به سمتش یه خیز بهتری، هرچند الان با این هزینه‌ها خیلی سخته، مثلا الان برن روش 6000 یا 7000 دیگه میدونید واقعا سرسام‌آور شده هزینه‌ها، ولی بالاخره اون چیزی که وظیفه ما بود در حد خودمون تونستیم اینو انجام بدیم، چون دیگه خیلی سخت‌تر بود بخوایم مثلا همون تو اون سالای باقی مانده یک سال خورده بعدش ما بخوایم مثلا یه 7000 اجرا، چون دیگه واقعا دیگه دلار هم شده و 13 و خورده و بعدم دیگه بالاتر رفت و اینها، دیگه واقعا دیگه نمیشد اصلا کاری کرد. این کلیت داستان بود، یعنی ردیف بودجه مشخص، هزینه معلوم و ضمناً هم بررسی مالیش هم صورت گرفت توسط در واقع کارشناسان محترم بازرسی اداره بازرسی جوانان و در واقع کاراشو انجام دادن. این حداقل چیزی که ما ارائه کردیم و اونها دیدن مورد پسند بود، و اگر موردی بود حداقل به ما باید گفته میشد که ما بتونیم توضیحاتی بدیم راجع بهش. و خوشحالم حداقل از اینکه در واقع اون دوستان به مزد زحماتشون رسیدن. بچه‌ای که دو سال تو اردو باشن تلاش کنن خیلی سخته، بالاخره خودتو نگه داری، چه تو شرایط تمرینی، چه تو شرایط انگیزشی، که حالا چون همش این نهیب هست که ببینید این همه سال نشد بازم اینم نمیشه، ولی به همت خودشون که من به شخص مدیونشونم، با اینکه مسئول من بودم و من باید اونجا پاسخگو بودم، اونها کمک کردن که این اتفاق افتاد و این نشون دهنده یک همدلی خوب بود به نظر من. اولا که ممنونم از شما این فرصت دست داد. امیدوارم وظیفه پایگاه خبری رادیو کوهنورد هستش که در کنار جامعه کوهنوردی و سودهای ورزشی کشور قرار بگیره و همه دغدغه‌هاشون رو به تصویر بکشه و پوشش خبری بده. در نهایت هم از همه امنوردام عذرخواهی میکنم اگر امانتدار خوبی نبودم، اگر اونجور که باید نتونستم اون پروسه‌ای که تلاش ها شد براش رو به نتیجه که باید برسونم. مطمئنن شک به این ندارم کارهای من خالی از ایراد نبوده و ایرادات بسیاری بهش وارده. یک بار دیگه آرزوی موفقیت میکنم برای همه همنوردهای خوبم و دوستان خوبم تو مجموعه هیئت استان و فدراسیون و باشگاه و شهرستان ها و همه اونایی که دلشون برای کوهنوردی میتپه و آرزوی بهترین ها رو دارم. خب آقای قامتی خیلی ممنون، متشکریم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و میهمان ما بودید در پایگاه خبری رادیو کوهنورد. تا درودی دیگر، بدرود. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی‌نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت می‌کنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشته و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.